از ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه پرشین باز. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با معرفی قهرمانان و ورزشکاران ایرانی در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما جناب آقای محمد رضا بودری، یکی از ورزشکاران پرکار و شناخته شده و دارای عناوین و افتخارات معتبر در چند رشته رزمی هستند. با ما باشید تا با این ورزشکار خوب کشورمون بیشتر آشنا بشید. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای گودری، خیلی خوش اومدید. لطفاً خودتون رو برای بیننده های ما بیشتر معرفی کنید. بفرمایید اصالتاً اهل کجا هستید و در حال حاضر کجا تشریف دارید؟ با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون، محمد رضا گودری، بیشتر شناخته شده با نام رضا گودری، زاده 23 آذر ماه 1367 در تهران هستم. هنرجو ورزشی رزمی و در حال حاضر در آسیای شرقی در تایلند زندگی میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون آقای گودری. آقای گودری، در همین ابتدا برامون بفرمایید که از سن 7 سالگی ما میدونیم که وارد ورزش های رزمی شدید. چطور شد که ورزش های رزمی رو به عنوان هدف و مسیر زندگیتون انتخاب کردیم؟ خب این سوال خیلی از خبرنگارا میکنن و هر موقع من میخوام جواب بدم البته میخندم، یعنی یادآور گذشته میشه، یه جور نوستالژیه برام. زمانی که کودک بودم زیادی بیش فعال بودم و در واقع خیلی اذیت میکردم اهل خونه رو. البته خب بنا به دیده اونها اذیت بود، در واقع طبیعی بود این رفتار. پدرم که از اساتید جدا بود در واقع تصمیم گرفت که منو وارد ورزش بکنه که حالا انرژیم توی ورزش خالی بشه. اولین باری که در واقع با دنیای رزمی آشنا شدم با ورزش جودو بود تو 7 سالگی، اگر اشتباه نکنم تابستون سال 74 بود، چون قبل از اینکه برم مدرسه در واقع، و اینکه تو سالن امجدیه سابق شهید کبکانیان امروزی در واقع کمپ تیمای ملی جودو تمرین به جودو کردم، و اینکه بعدها وارد، یعنی در واقع دوست داشتم که ورشه کاربردی کار کنم، وارد کاراته آزاد شدم. یه مدتی کونگ فو کار کردم و مدت کوتاهی بود و بعدش وارد کاراته آزاد شدم زیر نظر استاد حمید سلطانی و در واقع شروع ورزش حرفه‌ای، مبارزه و مسابقات. زنده باشید آقای گودری. آقای گودری، علت گرایش شما به رشته های مختلف رزمی مثل کنفو، جودو، کاراته، جوجیتسو، مویتای، بوکس و ام ام ای و چند رشته رزمی دیگه که ورزش های مختلفی هستند با قوانین مختلف و خواستگاه های مختلف، این علت، این گرایش به چه دلیل بوده؟ ببینید، جودو و کونگ فو که در واقع ورزشی بودن که من در واقع خودم موثر نبودم تو انتخابشون، چون در اون سن قدرت تصمیم گیری آنچنانی نداشتم که بخوام انتخاب کنم یا آنالیز کنم چه ورزشی بهتره، چه ورزشی به درم میخوره. بر حسب علاقه ای که در کودکی داشتم در واقع چند بار سویچ کردم بین این ورزش ها و خیلی زود کاراته آزاد و سبک آزاد کاراته رو پیدا کردم. من تا سال 2018، یعنی تقریبا حدود 25-6 سال فقط کاراته کار کردم و در واقع تمام تمرکزم تو این ورزش بودش تا سال 2018 که اتفاقاتی تو زندگیم افتاد که حالا یه سریش اتفاقات خوب بود یه سریش بد بود. در حال تصمیم گرفتم که وارد ورزش های در واقع هنرهای رزمی ترکیبی MMA بشم. برای اینکه وارد MMA بشم کاراته زمینه خوبی داشت، ورزش زمینه‌ای خوبی بود اما کامل نبود. من نیاز به کشتی داشتم، نیاز به گراپلینگ داشتم، بوکس داشتم و اینکه خودم رو کامل کنم. و در اون زمان یادمه که تو شهری که زندگی میکردم توی تایلند مربی خارجی در واقع نبود، اصلا جوجیتسو در واقع مطرح نبود توی تایلند و اولین مربی جز اولین مربیای خارجی و اولین مربی برزیلی که
در واقع وارد یکی از باشگاه های تایلند شد به عنوان مربی رسمی. تصمیم گرفتم که پیش ایشون برم. آقای سلسو جونیور رولم مربی در واقع تیم تاپ تیم برزیل، قهرمانه جهان بودن. همزمان با اون و قبل از اون مویتای کار میکردم. خب در واقع تایلند سرزمین مویتای، این موضوع برام راحت بود. با مربیان بزرگی کار میکردم برای اینکه بتونم دست و پامو تقویت بکنم. خب توی کاراته، قوانین کاراته آزاد، دست روی صورت در واقع مجاز نیست و دستکش وجود نداره، و اینکه بعد از 25 سال من دستام بخواد به دستکش عادت بکنه، ضربه خوردن و ضربه زدن توی سر رو در واقع تجربه بکنم، کار آسونی نبود. در واقع اگه یه نفری که تازه ورزش رو شروع میکرد میومد میخواست یاد بگیره، به مراتب راحتتر از من شاید یاد میگرفت، چون من 20 خورده ای سال عادت کرده بودم به اون رشته. در اون زمان وارد جوجیتسو شدم و زیر نظر آقای سلسو یاد گرفتم. مدتی بعد ایشون از تایلند رفتن، با آقای دی جی جکسون یا دیالونزیو جکسون، اولین در واقع سیاه پوست قهرمان جهان تو جوجیتسو بودن، که واقعا از افتخارات من بود که شاگرد ایشون بودم. در واقع میگن اولین امریکن افریکن، در واقع اولین سیاه پوست کسی بودن که 8 دوره قهرمانی جهان رو داشتن. اومدن تو تایلند، هنوزم در تایلند هستن. حدود 1.5 سال با ایشون کار کردم، اولین کروان رسمی رو ایشون گرفتم. همزمان تو اون دوره خب شروع کردم به مسابقه دادن در عین واحد بوکس، در واقع کاراته که کلا گذاشته بودم کنار به خاطر مسائلی که بهتون گفتم، و جوجیتسو، گراپلینگ و در واقع کشتی و هر ورزشی که در واقع به درد میخورد برای اینکه بتونم وارد ام ام ای بشم. درود بر شما آقای گودری. میشه گفت با مسیر زندگی که داشتید، با سنی که دارید که سن کمی هم هست، شما یک دایره المعارف رزمی شدید برای خودتون، چون توی همه این رشته ها به هر حال اطلاعات خیلی زیادی دارید. خب از طرفی من الان چند سالیه که خودم ژورنالیست ورزشی هستم، در واقع عکاس خبرنگار ورزشی هستم. خب با توجه به تجربیاتی که خودم داشتم و تجربیاتی که از کارم کنار تجربیات ورزشیم گذاشتم، میشه گفت بله، در واقع نحوه زندگی من جوری شده که، نه من، خیلی از ورزشکارهایی که اطراف من هستن جوری شده که در واقع با خیلی از اطلاعات آشنایی داریم، خیلی از آپدیت ها رو، در واقع به روز رسانی ها رو سریعتر از شاید خیلی از وبسایت های خبری بدونیم، و در واقع این حکم میکنه. حتی مثلا برای مبارزاتمون ما نیاز داریم به این که آنالیز بکنیم. خب وقتی وارد بحث آنالیز میشیم، میایم فایتر رو آنالیز میکنیم، سازمان هایی که بازی کرده رو، حریف هاشو، و در واقع منابع خبری گسترده رو میایم آنالیز میکنیم، و خود به خود خب این اطلاعات در واقع فراگیر میشه و در واقع خودمون هم خب آپدیت میشیم روی این اطلاعات. آقای گودایی، طبق صحبت هایی که با خیلی از قهرمان هایی که توی تایلند مشغول فعالیت هستن ما داشتیم، میدونیم که شما اونجا بازوی خیلی خوبی برای جوانه کشورمون هستید و امیدواریم که سایت مستدام باشه و همچنان جوانتر از شما که اونجا دارن فعالیت میکنن از کمک های شما بهرمند بشن. آقای گودایی، اگر ممکنه از افتخارات و عناوینی که تا الان به دست آوردید برای بیننده هامون بگید. افتخارات که حقیقت من کوچکتر از این هستم که بخوام از افتخارات بگم. خب کسانی بودن و هستن که به مراتب بهتر از من بودن، هستن و البته در آینده خواهند بود. در واقع همونطوری که خیلی از علوم پیشرفت میکنه، علوم ورزش هم پیشرفت میکنه و نسل جدید افتخاراتی رو به دست میارن که شاید تو نسل گذشته آرزو بوده باشه، و این روند ادامه داره، این روال طبیعیه. من در دوران کاراته در واقع قهرمانی استان، قهرمانی کشور، بیش از 20 دوره عضویت در تیم ملی، در واقع لیگ سبکای آزاد کاراته در ایران حدود 7 سال خدمتتون عرض کنم، مسلما عمرهای بین المللی و برون مرزی، و
در زمانی که وارد مویتای شدم 8 مسابقه حرفه‌ای انجام دادم توی مویتای که ثبت شده. در جوجیتسو در واقع 9 مقام بین‌المللی تونستم کسب بکنم. خب در جوجیتسو دیگه مستقیم وارد مسابقات بین‌المللی شدم دیگه، در واقع مسابقات کوالیفاید و کشوری و اینا انجام ندادم به خاطر حالا تامینات سختی که داشتم، مربیه خوبی که داشتیم و شرایطی که در واقع توی کشور تایلند هست به مراتب از کشورهای دیگه ویژه ایران بهتره توی بحث مسابقات. در گراپلینگ در مسابقات مسترشیپ که به عنوان المپیک هنرهای رزمی یاد میشه در کره جنوبی 2 دور شرکت کردم، 2 تا مدال برنز گرفتم و در MMA 1 مبارزه داشتم. در بوکس برناکل به عنوان اولین ایرانی بودم که در کارت در واقع اولین رویداد برناکل که خارج از خاک آمریکا برگزار شد در تایلند، در دیدار در واقع کومن ایونت تونستم بازی کنم، این افتخار رو داشتم و فعلا همین تا ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد. درود بر شما، زنده باشید آقای گودری. با توجه به این همه استعداد و فعالیت خوبی که توی کشورمون داشتید، چطور شد که ورزش رزمی رو تصمیم گرفتید در شرق و جنوب شرقی آسیا به خصوص کشورهای مثل ژاپن و تایلند دنبال کنید؟ خب سوال یه مقدار کلیشه‌ایه ولی به نظرم جواب واقع بینانه این باشه که خب در ایران ورزش های حرفه‌ای جای پیشرفت آنچنان ندارن و مسلما خب ورزشی که من انجام میدادم در واقع بیسش کشورهای شرق آسیا بود و اگر میخواستم پیشرفت بکنم بیش از اون چیزی که تو ایران پیشرفت کردم باید تصمیم به مهاجرت میگرفتم. من این تصمیم رو سالها داشتم، شاید حدود 5 سال تا 6 سال قبل از اینکه مهاجرت کنم این تصمیم رو داشتم، منتها خب مسائلی توی زندگی شخصیم داشتم توی ایران که نمیتونستم و در سال 2016 اوایل سال 2016 بعد از اینکه مربیم در واقع مهاجرت کرد به آلمان خودم تصمیم گرفتم که، یعنی دیگه در واقع انگیزه ای نداشتم که بخوام توی ایران ورزش بکنم و این انگیزه بحث اصلیش بحث پیشرفت بود نه بحث دیگه، چون واقعا داشتم درجا می زدم، خوب تمرین می کردم، خوب وقت می گذاشتم ولی عین این بود که در واقع روی تردمیل دارم می دوام و یه برهه 2 ساله و 3 ساله وقتی خودم اومدم آنالیز کردم دیدم پیشرفتی نکردم. اون مقامی که پارسال گرفتم خب امسال هم دارم میگیرم، اون مسابقاتی که پارسال قهرمان میشدم امسال هم داشتم میشدم و در واقع دوست داشتم پیشرفت کنم و اینکه کشورهای شرق آسیا خب جایگاه خوبی برای پیشرفت دارن به ویژه برای ایرانی ها، چون ایران جایگاه خوبی تو ورزش رسمی تو دنیا داره، حالا چه آماتور چه حرفه‌ای. و از ژانویه سال 2016 به قصد شرکت در مسابقات جهانی تایلند، مسابقات کاراته، ابتدا اومدم توی مسابقات شرکت کردم، مقام آوردم توی مسابقات و در واقع اینجا رو آنالیز کردم، کارهای اداری ما انجام دادم، به ایران برگشتم و در واقع چمدونم رو بستم و برای همیشه به تایلند اومدم. زنده باشید آقای گودری. این تجربه شخصی شما بود و کاملا قابل درک. یکم مسئله رو بازتر کنیم. به نظر شما مهمترین مسئله ای که باعث میشه ورزشکارا و ستاره های ورزش کشورمون به خارج از ایران سوق پیدا کنن و دنبال رویاها و آرزوهاشون خارج از کشور برن چیه؟ ببینید من در مورد ورزش حرفه‌ای میتونم نظر بدم چون به صورت حرفه‌ای از اول ورزش حرفه‌ای انجام دادم. خب دوستان دیگه هستن که در واقع ورزش آماتور انجام دادن، حالا چه کسایی که مهاجرت کردن، چه کسایی که هنوز در ایران هستن، یا کسانی که در کنار ما هستن از ورزش آماتور وارد حرفه‌ای شدن. این در واقع یک اصوله که خیلی از افرادی که موفقن از ورزش آماتور وارد حرفه‌ای میشن. من در مورد ورزش های آماتور واقعا نمیتونم نظر بدم و خب دلایلی که عنوان میشه ما میخونیم در واقع در مدیاها، در رسانه ها، مسئله مالی هستش خدمتتون عرض کنم، مسئله مدیریتی است، گاهن شاید
مسائل سیاسی باشه، شاید مسائل اقتصادی باشه، اما در مورد ورزش حرفه‌ای از نظر من اصلی ترین دلیل مهاجرت ورزشکار حرفه‌ای بس مدیریت هستش و این برمیگرده به وزارت ورزش. خب وزارت ورزش در واقع نهاد حاکم بر ورزش ایرانه. در واقع ما بخوایم یا نخوایم باید این موضوع رو قبول کنیم وقتی در ایران زندگی میکنیم و اساسنامه وزارت ورزش بر اساس اساسنامه المپیک در واقع IOC چیده شده که بر مبنای ورزش آماتور هست، یعنی از ورزش حرفه‌ای در هیچ قسمت از اساسنامه وزارت ورزش و جوانان ایران هیچ چیزی نیومده. حالا اینکه گاهن وزارت ورزش میاد یه امتیازاتی و در واقع من اینجوری بگم به صورت شاید صدقه به ورزشکارهای حرفه‌ای میده، خب این برمیگرده به سیاست ها. بیش از 63% در واقع طبق آماری که خود وزارت ورزش اعلام کرده، بیش از 63% ورزشکارهای رسمی در ایران حرفه‌ای هستن یا کسایی هستن که از آماتور به حرفه‌ای اومدن. خب مسلماً کسی که از آماتور به حرفه‌ای میاد دیگه به عقب بر نمیگرده و در واقع جمعیت کثیری هستن، باید کنترل بشن، مدیریت بشن، ولی هیچ تعریفی، بودجه‌ای و در واقع هیچ چیزی ندارن تو ایران. خب ورزشکار نیاز به منبع مالی داره، نیاز به حمایت داره، نیاز به در واقع گاهن مطرح شدن داره، رسانه‌ای شدن داره که باز برمیگرده به پیدا کردن اسپانسر و منابع مالی، نیاز به پرومیتور و منیجر داره که براش در واقع مسابقات رو هندل بکنن، حالا چه داخل ایران چه خارج ایران. ورزشی که در اساسنامه، در واقع ورزش هایی که در اساسنامه وزارت ورزش نیستند مسلما اسپانسر نمیاد روشون دست بذاره چون سودی براش نداره. رسانه ها به ندرت ساپورت میکنن به خاطر اینکه اونها موظفن، چه رسانه ها چه دستگاه زیرب موظفن که وزارت ورزش رو در واقع دنبال بکنن چون وزارت ورزش نهاد حاکم بر ورزش ایرانه. و بزرگترین مشکل ورزشکار حرفه‌ای در ایران در واقع میشه گفت در یک جمله عدم وجود اساسنامه اختصاصی یا عدم ذکر نام ورزش های حرفه‌ای در اساسنامه وزارت ورزش و جوانان است. آقای گودری، طبق صحبت هایی که نزدیک به 2-3 سال ما داریم با بچه های تیم ملی میکنیم که همه از قهرمانه رده بالای کشورمون هستن و از اساتید و مربیان تیم ملی هستن، پیرو حرف شما جای خالی یک مدیریت منطقی و متفکرانه و دقیق توی کشورمون به شدت دیده میشه و امیدواریم که این کمبودها جبران بشه و چیزی که به هر حال همه دوستان و ورزشکاران و قهرمانای کشورمون خواهش دارن برای انجامش که یک مدیریت صحیحه اینجای خالی پر بشه و انشالله دیگه فکر میکنم برای نسل بعدی لااقل سختی کار کم بشه. آقای گودری، میدونیم که چند سال فعالیت ورزشتون رو خارج از ایران انجام میدید، لطفاً برامون به عنوان یک ورزشکاری که خارج از کشور فعالیت میکنه برامون توضیح بدید که مشکلات و مسائلی که برای یک ورزشکار ایرانی خارج از کشور هست چیه؟ ببینید، به عنوان یک ایرانی در واقع مشکلات زیادی هستش. خب بزرگترین مشکل رو میشه در واقع بحث روادید دونست، بحث ویزا. خب به هر حال با ملیت ایرانی در واقع ورزشکاران ما حتی تو رده های بالا به مشکل میخورن توی بحث روادید. خب ایونت های بزرگی توی در واقع اروپا و آمریکا هستش و گاهن بچه ها میرن بازی میکنن برمیگردن، اما موضوعاتی بوده که حتی در زمان گرفتن روادید، چه موقع گرفتنش چه در زمان ورود به کشورها دچار مشکل شدن در واقع توی بحث ایمیگریشن و چه اینکه بحث موندن تو تایلند. اخیرا ما مشکلی رو داشتیم که تو رسانه ها مطرح شد، رسانه ایران، تو بحث در واقع کلاهبرداری. خب به راحتی میان از ایرانی ها کلاهبرداری میکنن و در واقع دیپلمات های ما اونطور که باید در واقع پاسخگو نیستن.
و این رو دیگران هم میدونن، برای همین ایران و ایرانی ها رو انتخاب میکنن که میدونن خب دیپلمات کشورشون اونطور که باید پاسخگو نیست، کاری از دستشون بر نمیاد و مشکلات ایجاد میکنن. در واقع مشکل دیگه ای که بیشتر مبارزان حرفه ای دارن بحث مالیه. من فکر میکنم قبلا هم دوستان اینو به شما اشاره کرده باشن. خب اگرچه مثلا به روی کاغذ یا وقتی توی رسانه ها میخونید فلان فایتر مثلا برای مبارزش در فلان تاریخ فلان ایونت 5,000 دلار آمریکا گرفته یا 10,000 دلار مثلا بوناس گرفته، پاداش گرفته، خب این ظاهر قضیه است. باطن قضیه اینه که بین 20 تا 30 درصد گاهن تا 40 درصد این درصد برمیگرده به باشگاه، چون اون باشگاهی که میاد در واقع قرارداد می نویسه ساپورت کامل میکنه و در قبالش درصد از در واقع اون فایت منی یا هزینه مبارزه برمیداره. یه بخشیش برمیگرده به مربی، یه بخشیش برمیگرده به مالیات، مالیاتی که الان توی تایلند دارن 7% کم میکنن، یه سری کشورها مثل سنگاپور و ژاپن 8-9% داره کم میشه و در واقع فایتر آسیب میبینه و گاهن اون آسیب هزینه بره. خارج از اون گاهن شده فایتره خوب ما 3 ماه 4 ماه حتی تا 6 ماه مبارزه نتونستن بکنن، به ویژه اگه مبارزهشون رو ببازن. خب توی ایران اینا رو میخونن و میگن آه فلانی مثلا 10,000 دلار گرفت. خب این پول زیادیه توی ایران، اما اینجا هزینه ها هم هست و هزینه ها ریالی حساب نمیشه، همون مقداری که در واقع میگیرن دلاری میگیرن همون جوری هم باید هزینه کنن. مشکل مالی همیشه بوده. فایترها زمانی که بازیشون تموم میشه به محض اینکه فایت مانیشون رو میگیرن یه بخش از عظیمی از اون مبلغ رو باید در واقع بدن بابت بدهیاشون و بابت نیازهای اولیه زندگی، مثل اجاره خونه، مثل در واقع پوشاک، غذا. شما نگاه بکنید توی لژیونرهای ما کمتر کسایی هستن، شاید انگوش شمار، که تفریح خوب داشته باشن، مثلا مسافرت داشته باشن، حالا غیر مسافرت هایی که برای مبارزه هستش، یا نمیدونم بتونن مثلا توی تعطیلات، الان مثلا تایلند سال نو تایلندیه، حدود 5-6 روز تعطیله و در واقع همه میرن مسافرت، اما فایترهای ما همه اینجا تو خونه شونن. در واقع مسائل مالی، مسائل روادی و در واقع مسائل حمایتی از طرف مقام های جمهوری اسلامی ایران تو اینجا داره به ما فشار میاره. ما مورد داشتیم طرف مشکل داشته، البته مورد ها داشتیم که رفته به سفارت و در واقع بهش گفتن برگرد ایران، برای چی اینجایی؟ خب سخت این موضوع که بخوای بهشون توضیح بدی که ما داریم رویاهامون رو دنبال میکنیم و هدف داریم و اینجور مسائل مشابه. آقای گودری، در حمایت از حرف شما و تایید حرف شما، بلکه این مشکلات همیشه بوده و هست و خیلی هم دستانداز شده و مشکل ساز شده برای قهرمانی کشورمون. حالا در حول همین مسئله به نظر شما حواشی و اخباری که حول محور زندگی قهرمانامون از طریق رسانه ها عنوان میشه چه تأثیری در زندگی شخصی قهرمانمون داره و این مسئله برای شما چطور بوده؟ ببینید عموما رسانه های، اگه بحثتون رسانه های ایران هست یا به صورت کلی عرض می‌کنم رسانه های ایران، ببینید رسانه های ایران همونطور که گفتم رسانه های ایران و دستگاه های زیرب موظفن که قوانین وزارت ورزش رو در واقع دنبال بکنن. خب در واقع وزارت ورزش نهاد حاکم و ورزش ایرانه و تصمیم گیرنده اول و آخر است و عموما خیلی از خبرنگاران، خیلی از دوستان ما دوست دارن در واقع ورش رزمی حرفه‌ای رو فالو کنن، در واقع مقاله هاشون رو بنویسن و اینکه خودشون حتی طرفدارهای این ورزش ها هستن، اما حتی دست و پای اونها هم بسته است این موضوع. یعنی اینکه آخرش سردبیری که میخواد تایید بکنه خب میاد مراجعه میکنه، مثلا عموما میگن خب خبرگزاری‌های دولتی روی هنرهای رزمی ترکیبی کار نکنید، روی ورزش هایی که مثلا بوکس حرفه ای کار نکنید، روی بوکس برناکل کار نکنید، روی ورزش هایی که در واقع توی چارچوب
اساسنامه وزارت ورزش قرار نمیگیرند، در واقع مانور ندن. خب این بهشون ابلاغ شده. اما با این حال هستن خبرنگار بابوژانی که تو حتی خبرگزاری های دولتی ساپورت میکنن و در واقع گاهن رویدادهای مهم رو پوشش میدن، در واقع کنفرانس های خبری برگزار میکنن و گاهن مصاحبه میکنن، ولی در اصول این کار تعریفی در خبرنگاری های ایران هم حتی ندارد. آقای بودری، در ادامه حرف شما رسیدیم به مسئله رسانه ها. به نظر شما حمایت رسانه های داخلی ایران اهم از صدا سیما برای ورزش های رزمیمون رو شما چطور ارزیابی میکنید و آیا راهکاری رو پیشنهاد دارید برای بهتر شدن اوضاع و اینکه این رسانه ها چطور میتونن به بهتر دیده شدن ورزش های رزمی و رزمیکارهای کشورمون کمک کنن؟ خب مسلما رسانه در نه تنها در ورزش، در اقتصاد، در اجتماع و در سینما، در هر در واقع کاتگوری رسانه جایگاه خیلی مهمی داره. و اینکه در سالیان گذشته، در شاید بگم دهه گذشته، نسبت به ورزش های آماتور حمایت رسانه ها از ورزش های حرفه ای خیلی کمتر بوده و خب این انگیزه را از ورزشکارای حرفه ای میگیره، ولی همچنان حمایت میشن و در واقع اگر در واقع فایتری مبارزی سرشناس باشه یا اون رویداد سرشناسی داشته باشه، بدونن که در واقع ویو بالایی میخورن، بازیکننده های زیادی در واقع مراجعه میکنن، این کار رو انجام میدن. اما در واقع رسانه های دولتی مثل صدا و سیما در بخش ورزش، من میدونم، فقط و فقط از روابط عمومی فدراسیون ها خبر رو میگیرن. این چیزیه که در واقع رواله. خب یه فدراسیون در واقع فدراسیونیه که زیر نظر وزارت ورزشه و باز برمیگردیم به همون موضوع بحث اساسنامه و موضوعات مشابه. در برخی از موارد متاسفانه این موضوع تو ایران خیلی باب شده. این موضوع البته به صورت بین‌المللی هست، اما خیلی کم، خیلی کم، من تو در واقع جایی خیلی کمی دیدم بحث فساد خبری. در واقع خب معمولا برخورد میکنن خبرگزاری بزرگ، خبرگزاری خارجی با همچین موردی، ولی به هر حال نمیتونیم به خودمون دروغ بگیم، هست همچین موردی هم. اما تو ایران این موضوع واقعا باب شده، بس پول دادن و خبر زدن یه چیزیه که جا افتاده و در واقع تقریبا میشه گفت شما هر کسی که میخوای باشی میتونی با پول وارد رسانه های ایران بشی. شاید این گفتن این موضوع خیلی از خبرنگارا ناراحت بکنه، اما این واقعیتی که خودشون هم میدونن و البته داریم خبرنگارهایی که همچنان وجدان کاری رو حفظ کردن و ما گاهن داریم باشون کار میکنیم، ولی به صورت الان به صورت عمومی این در واقع باب شده در ایران که برای یک خبر، برای در واقع کاور کردن یک رویداد، حتی رویدادی که اصلا شاید سرشناسی خاصی نداشته باشه، با پول میشه این کارو کرد، حتی رسانه‌های بزرگ و دولتی. آقای گودری، در حال حاضر ما حمایت کامل وزارت ورزش رو متاسفانه اونطوری که بچه های رزمکار طلب میکنن نداریم. حمایت رسانه ایرم اونطوری که شایسته و بایسته است نداریم. میرسیم به بحث پیشکسوتان. به نظر شما به عنوان آخرین حربه، پیشکسوتان هر رشته چطور میتونن به عنوان کمک به ورزشکارا و قهرمانای جوان کشورمون به خصوص در اشتهای رسمی که مظلوم واقع شده کمکی بکنن؟ خب در هر ورزشی در واقع سرمایه های اون ورزش، اون رشته ورزشی، اون هنر ورزشی پیش استاتاش هستن و در واقع اونها راههایی رفتن که مسیرهایی رفتن
گاهن این مسیرها اشتباه بوده، گاهن درست بوده، که میتونن با انتقال تجربیاتشون به نسل جدید راه اونا رو هموارتر بکنن و در واقع پیشکسوتان ما هستن که خیلی از اونها الان در واقع توی قسمت‌های مدیریتی در واقع جایگاه دارن، از اون در واقع باب میتونن کمک بکنن. ولی چیزی که الان متاسفانه ما داریم در واقع میبینیم و البته عمومیت نداره ولی پیش میاد، بحث در واقع قهرمانان جدید است که این قهرمان ها خیلی هاشون در واقع راه پیشکسوت ها رو ادامه نمیدن، به توصیه هاشون گوش نمی کنن. گاهن ما بی احترامی دیدیم به پیشکسوت و خب خود طرف، خود ورزشکار اگر بخواد در واقع یک هنرجوی ورزش رزمیه، خب یک هنرجوی ورزشیه، هنرجو مثل یک در واقع جویای هنر، مثل شوشه، مثل یک دانشجو. خب یکی از در واقع آیتم هایی که نیاز داره یک ورزشکار برای رشد کردن تجربه است، در واقع پرسجوه و نگاه کردن به مسیر زندگی گذشتگان است. این موضوع نه به صورت عمومی اما تو مواردی بوده که رعایت نشده و ورزشکار ضرر کرده، یا گاهن موفق شده اما در واقع ریسک کرده و این موفقیت تداوم نداشته در واقع. ممنون از توضیحات خوبتون آقای گودری. برای چند لحظه از حواشی ورزش خارج بشیم و بپردازیم به دنیای حرفه‌ای. آقای گودری، اگر ممکنه درباره رقابت‌های BKFC برامون توضیح بدید یا همون مسابقات بدون دستکش تایلند، و بفرمایید که تفاوت عمده این رقابت‌ها با بقیه رقابت‌های رزمی در چیه؟ بله، BKFC در واقع مخفف برنکل فایتینگ چمپیونشیپس یه سازمان آمریکایی هستش در واقع که بیش از 10 ایونت برگزار کرده و نخستین ایونت این سازمان سال 2021 خارج از خاک آمریکا در تایلند برگزار شد. تا حال 5 رویداد BKFC تایلند برگزار شده و قوانین مبارزه قوانین بوکس هست با کمی تغییرات، مثلا گردنگیری یا همون کلینچ با یک دست آزاده و در واقع دستکش وجود نداره، فقط باندی به رنگ آبی یا قرمز جهت شناسایی در واقع فایتر برای داوران بسته میشه. خب این ورزش در واقع از خیلی از سازمان های در واقع حمایتی ورزشی یا فدراسیون های ورزشی تایید نشده. البته من فکر میکنم این به خاطر شروع کار است. خب MMA هم ما یادمونه در ابتدا خیلی تایید نمی کردن و میگفتن مبارزات وحشیانه ای است و خیلی مسائل در واقع مشابه. بوکس BKFC آسیب زیادی داره، آسیب زیادی داره، ولی خب هوشمندی مبارز و در واقع سرعت و عکس العمل مبارز در بوکس BKFC به مراتب باید بالاتر از MMA یا بوکس حرفه‌ای باشه. من فکر میکنم با کمی تغییر در قوانین این سازمان، مثلا اینکه خب مبارزات تو 5 راند داره برگزار میشه و 5 راند برای بوکسوری که در واقع میخواد فقط بوکس بکنه، یعنی گراندم پوند نداره، بازی روی خاک نیست، در واقع وقت مبارزه برای در واقع درگیری های بدنی هدر نمیره، بلافاصله در واقع داور بریک میده جدا میکنه. خب 5 تا راند 2 دقیقه 10 دقیقه مبارزه به نظر من سنگینه، خیلی سنگینه. و اون ایونتی که در سال 2021 به نام BKFC1 در واقع من بازی کردم، من یادم میاد تمام مبارزان کارت بخیه خوردن، فقط 2 تا فایتر، یک فایتر ایرانی دیگه بود که حریفش به این مش زد و دست خودش شکست و یه فایتر دیگه هم من یادمه
اگه اشتباه نکنم دیسکالیفایل شد فکر کنم. ببینید چه برنده چه بازنده همه رفتن بیمارستان و همه بخیه خوردن. خب توی کارتی که مثلا 13 14 تا بازی در واقع 26 7 تا مبارز قرار میگیرن، این مقدار آسیب یه مقدار نامعقوله. ولی این سازمان سازمان خوبیه، سازمانیه که داره فایت مانی های بالا میده، در واقع رسانه های خیلی بزرگی رو توی دنیا در واقع تحت پوشش قرارش میدن و فنهای بسیار زیادی داره. الان توی اروپا داره برگزار میشه، توی مکزیک داره برگزار میشه و همچنان در تایلند رویدار ششمش امسال برگزار خواهد شد. منتها به نظرم اگر یک مقدار قوانین این سازمان توسط مقر جهانی این سازمان تو امریکا اگر یک مقدار قوانینش در واقع جابجا بشه، یک مقدار لایت تر بشه، من فکر میکنم به مراتب از MMA بازدید کننده های بیشتری فنهای بیشتری خواهد داشت. آقای بودایی، می‌دونیم که توی رقابت‌های بین‌المللی از شما به عنوان یوز ایرانی یاد میشه. اگر ممکنه برامون بگید که چطور شد این لقب زیبا به شما داده شد؟ حقیقت این برمیگرده به گذشته خیلی دور، بحث در واقع پرژن لئوپارد یا همون یوز پلنگ ایرانی. خب یکی از مسابقات بین المللی، یکی از گزارشگرها، حتی من بعدن بعد از مبارزه زمانی که فیلم بازیمو می دیدم در واقع خودم متوجه شدم، یکی از گزارشگرها اومد شگرد مبارزه منو با در واقع یوز پلنگ مقایسه کرد. خب من البته الان نه، خب الان بر اساس تجربه شگر مسابقه هم قطعا تغییر کرده، ولی چیزی که در گذشته داشتم قدرت تنفس فوق‌العاده بالایی داشتم. بارها تو مسابقات تست دوپینگ ازم گرفته میشد و به خاطر در واقع سطح طبیعی بالای تستوسترون بدنم هم سه بار در مسابقات در واقع دوپینگ هم در اومد که اعتراض زدم و نمونه بیز رفت تو آزمایشگاه، بعدا متوجه شدن که نه، این سطح تستوسترون در واقع طبیعیه و این ژنتیک روم هست. من در گذشته در دهه اول و در واقع دوم مبارزاتم وقتی که مبارزه شروع می شد می داشتم حریف کارشو بکنه، در واقع حدود شاید 10 ثانیه تا 20 ثانیه، گاهن تو مسابقات بزرگ شاید 30 ثانیه و آنالیز می کردم، جا به جا می شدم و در واقع تک ضربه می زدم و یک آن روی اکشن در واقع حریف ریاکشن انجام میدادم. خب 74 تا ناک اوت از 299 مبارزه‌ای که داشتم با همین شگرد من گرفتم، یعنی حمله در واقع ناگهانی. و در واقع آقای رابرت، در واقع فامیلیشون هم یادم رفت و گزارشگره خوبه در واقع نیوزلندی زبون بودن، ایشون اومدن مقایسه کردن که گفتن که یوز پلنگ برخلاف بقیه گربه‌سانان قرش نمی کنه و خیلی باهوش صبر میکنه، تمرکز میکنه و یک آن در واقع طعمه رو میداره و ایشون مقایسه کردن. دیگه بعدها توسط بچه ها گفته شد و نصف رومون خودم هم دقیقا نفهمیدم چطور به صورت رسمی اومد روم، ولی دیگه اومد روم نیست. زنده باشید آقای گودایی. به هر حال ایرانی ها هر جا که هستن معمولا حالا شوخی یا جدی حماسه آفرینن و قطعا بین بقیه کشورها خوب دیده میشن. انشالله که جوانای کشورمون بتونن، کسایی که از شما جوانتر هستن و تازه توی این راه پا گذاشتن، بتونن از تجربیات خوب این یوز ایرانی استفاده کنن. آقای گودری، که سابقه عضویت در تیم ملی رو داشتید و سالهای سالم است که خارج از ایران دارید توی رشته های رزمی فعالیت میکنید، اگر ممکنه برامون بگید که پرداختن به ورزش های رزمی توی ایران و خارج از ایران چه تفاوتی با هم میکنه؟ خب اول بذارید این مورد رو بگم که ایران واقعا ایران و ایرانی ژنتیک خیلی خوبی توی ورزش های رزمی دارن و این از لحاظ علمی تایید شده است، به خاطر ساختار زندگی و ساختار بدنی که ایرانی ها دارن در واقع روی ورزش های رزمی بسیار موفقن و خب این طبیعیه که خیلی از جوانها، خیلی از خانواده ها
حالا شاید به خاطر همین مسائل ژنتیکی، به خاطر علاقه، و شاید به خاطر مسائلی که مثلا خود من داشتم، جوری که وارد ورزش رزمی می شدم، خب به خاطر در واقع تخلیه انرژی بچه هاشون و در واقع علاقه جامعه به ورزش های رزمی، عموم جامعه البته منظورمه، میان وارد ورزش های رزمی میشن. و انتخاب درست خیلی مهمه. خب بعضا این انتخاب ها اشتباس. مثلا من خودم زمانی که تست ژنتیک دادم، خب تو سن 20 و اگه اشتباه نکنم 3-4 سالگی، چون تازه این علم اومده بود که در واقع با آب بزاق دهن در واقع تست ژنتیک میدن و در واقع در میاد که این فایتر به درد چه ورزشی میخوره، مثلا قدرتی، سرعتی، استقامتی یا ورزش های انفجاری. من اون موقع متوجه شدم که من اگر از همون اول در جودو میموندم یا وارد کشتی میشدم یا ورزش های قدرتی، خب خیلی موفق تر میشدم، حتی گاهن شاید به المپیک میرسیدم. خب انتخاب درست خیلی مهمه. اگر انتخاب درست باشه، ایران تو خیلی از ورزش ها به نظرم مثل تکواندو، مثل جودو، به نظرم جایگاه خیلی خوبیه برای تمرین کردن. ما گاهن داشتیم افرادی که مهاجرت کردن. من بعید میدونم بحث فنی یا بحث مشابه در واقع دلیل مهاجرتشون بوده باشه. خب تمرین توی ایران توی رشته هایی که خیلی خوبن، مثل بوکس، ما واقعا مربیان و فایترهای خیلی خوبی داریم توی ایران. البته این خوبه که خارج از ایران اردو برن، در واقع در کمپ ها شرکت کنن، در مسابقه ها شرکت کنن. اما ورزش هایی که عموما فدراسیون های مجزا دارن، بودجه تعریف شده دارن و در واقع مدیریت اون فدراسیون ها یا اون ورزش ها به دست افراد در واقع ورزشی هست، نه افراد غیر ورزشی که عموما الان در صدر فدراسیون های ما قرار دارن، به نظرم ایران و خارج شاید فرق آنچنانی توی بحث ورزش نکنه. من وارد بحث اقتصاد، بحث سیاسی و اجتماعی نمیشم. اگر بحث فنی و ورزش باشه، این نظر منه. اما خب طبیعتا ورزش حرفه‌ای مثل بوکس حرفه‌ای، مثل مویتای، مثل کیک بوکس یا همین کاراته آزاد، کاراته حرفه‌ای یا جوجیتسو حرفه‌ای، مسلما خب خارج از ایران بهای بیشتری بهشون میدن، مسابقات بیشتری هست، اسپانسرها بیشتر جذب میکنن و در واقع رسانه ها بیشتر ساپورت میکنن و خب تو مسئله اقتصادی هم که به مراتب بهتره. چکیده حرف شما آقای گودری، استعدادیابی استعدادیابی بله استعدادیابی توی همه کشورها این موضوع شاید سرلوحه اول همه اتفاقایی که خب تهش خیلی خوب تموم میشه استعدادیابی، و انشالله که کشور ما توی این موضوع هم خیلی قوی تر از قبل عمل کنه. آقای گودری، از بحث تکنیکالی که خارج بشیم، یک ذره میخوایم وارد روحیات از زندگی شخصی شما بشیم. مهمترین آرزوی ورزشی شما برای ورزشکار ایرانی به خصوص رزمیکارا چیه؟ بهترین، در واقع بیشترین آرزویی که من همیشه برای خودم کردم و در قبالش خب برای دیگران میکنم اینه که توی کشور خودم با شرایطی که اینجا دارم در واقع زندگی و مبارزه میکنم. کوتاه بهتون میگم، در واقع همه ما اینجا مهمان هستیم، چه افرادی که سیتیزن هستن چه افرادی که نیستن، هیچ فرقی نمیکنه. اول آخرش هممون مهمان هستیم و به دید مهمان به ما نگاه میشه، همونطور که عرض کردم نسبت به مشکلاتی که در واقع ایرانی ها دارن اینجا، و نه تنها ایرانی ها، خارجی ها دارن. دوری از وطن در واقع بیشترین درد و بیشترین فشار رو به بچه ها اینجا وارد میکنه. دوری از وطن، دوری از خانواده، و دوست داریم هم وطن رو داشته باشیم، هم خانواده رو داشته باشیم و هم این گونه ورزش کردن و این گونه زندگی کردن. انشالله یک روزی هممون هم وطن رو داشته باشیم،
هم خانواده، هم موفقیت و آزادی. آقای گودری، توی بیوگرافی همه ورزشکارهای موفق یا آدمهای موفق کسانی بودن که تأثیر به سزایی داشتن و همراه این قهرمانها و افراد موفق بودن تا به اون درجه رسیدن. برای شما چطور بوده؟ آیا کسی بوده که شما رو توی این مسیر همراهی کرده باشه یا تأثیر خاصی گذاشته باشه که شما دوست داشته باشید اینجا از ایشون یادی بکنید؟ خب به شخصه در زندگی من بیشتر از اینکه من طرفدار و حامی داشته باشم مخالف داشتم در هر زمانی، چه زمانی که وارد دنیای رزمی شدم، چه زمانی که آسیب میدیدم و در واقع از باشگاه میومدم خونه، چه زمانی که سر صورتم زخمی میشد، چه زمانی که مبارزمو میباختم، حتی زمانی که میبردم، به هر حال منتقدین بیشتر بودن. ولی خب افرادی بودن که در مراحل مختلف زندگی کمک کردن. دو نفر از اون افراد واقعا تاثیر بسزایی داشتن توی زندگی من، و در واقع سه نفر، بذارین واقع بینانه بگم. اولی اونها مربیم بود، آقای حمید سلطانی، از بنیانگذاران در واقع ورزش کاراته در ایران. ایشون از پیشکسوتان و استادان نامی ورزش های رزمی در ایران هستند، بنیانگذار، در واقع پدر روش مبارزات جابجایی یا به ژاپنی تای ساباکی در ایران هستند. در واقع خیلی مدیون ایشون هستم. فنون و تکنیکی که من در واقع از ابتدا پیش ایشون یاد گرفتم حتی در رشته های دیگه کمک من کرد. بیش از اون من ایشونو اسطوره اخلاق میدونم. در واقع نه من، شما اگر پرسجو بکنید از هر کسی در ایران همین حرف رو بهتون میزنم. خب با توجه به اینکه خیلی اکتیو بودم در گذشته، در سنین نوجوانی در واقع اذیت زیاد میکردم، خب در واقع شاگردی ایشون، افتخار شاگردی ایشون مسیر زندگی شخصی منو تغییر داد و در واقع فروتنی من ایشون یاد گرفتم و آخر رو مدیونشون هستم. نفر بعدی مادرم هست، چون میدونم در واقع خیلی عذاب کشید زمانی که من مهاجرت کردم و تصمیم مهاجرت گرفتم. از زمان مهاجرتم تا اولین دیدار 5 سال بود که ایشون رو ندیدم. به من گفتش که ناراضیم، اما برو و دنبال آرزوات باش. و خب در واقع این به من امید میداد، اما متاسفانه چند سال پیش که ایشون رو دست دادم خیلی در واقع غمی تو زندگی موندگار شد که در واقع بین آرزوهام، بین خانواده، بین اون چیزی که مادرم دوست داشت در کنارش باشم، این راه رو انتخاب کردم. هنوز هم نمیدونم راه درستی بوده یا راه اشتباهی، اما امیدوارم که ازم راضی باشه. همیشه مشوقم بود، در حال اینکه میدونست در واقع آسیب میبینم، میدونست باید ازش دور بشم و در واقع تشویقم میکرد تو این راه. و نفر بعدی یکی از دوستانم به نام آقای فرهانی، ایشون در واقع کسی بودن که اون الزامات مهاجرت منو، در واقع ارتباطات با سازمان‌های جهانی، با باشگاه ها در واقع فراهم کردن، کمک من کردن تو بحث مهاجرت. هنوز هم در واقع با همدیگه ارتباط نزدیکی داریم و خیلی از مسائل هنوز هم کمک من میکنن. و افراد دیگه مثل مربیان بودن که در واقع در کنارم بودن. درود بر شما آقای گودری. امیدوارم کسانی که در قید حیات هستند همچنان سایشون مستدام باشه و خیر و برکتشون در زندگی شما و خودشون جاری باشه و روح مادر گرامیتون شاد باشه. قطعا که از قهرمانی مثل شما که خیلی از جوانای کشورمون اینطور که من شنیدم حمایت میکنید، حالا چه از لحاظ تکنیکی چه از لحاظ روحی روانی، قطعا یک روحیه قهرمان، یک مادر قهرمان میتونه یک فرزند قهرمان رو به یادگار بذاره. روحشون شاد باشه. آقای گودری، به عنوان آخرین سوال، به عنوان یک ورزشکار که هم سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی رو داریم
و هم اینکه سالیان خارج از ایران دارید فعالیت میکنید در رشته های مختلف، به هر حال تجربه دارید. اگر این فرصت بهتون داده میشد که یکی از مسائل یا معضلات ورزش کشورمون رو اصلاح کنید یا تغییر بدید، شما چه کاری انجام میدادید؟ ببینید، اگر من قدرت اجرایی داشتم تو این موضوع و اگر قرار بود که فقط یک کار برای در واقع ورزش به ویژه ورزش های رزمی بکنم، تشکیل یک سازمان، یک تشکیلات، حالا میتونه وزارتخونه باشه، میتونه سازمان یا NGO باشه، به صورت مستقل با اساسنامه و بودجه مستقل، نه بودجه‌ای که از احکام و یا مثلا مسابقات و اعزام ها تهیه بشه، بودجه ای که به صورت مستقیم از طرف مجلس مصوب بشه برای در واقع شروع کار رسمی ورزش های در واقع حرفه‌ای در ایران، به ویژه ورزش های رزمی، چون اینطور که در گذشته بوده هست و اینطور که پیداست خواهد بود، وزارت ورزش برنامه برای ورزش حرفه‌ای نداره و نخواهد داشت و دلیل این موضوع هنوز هم من هم نمیدونم، خیلی ها نمیدونن، چیزی که بین مسئولان رد و بدل میشه و بهتر اینه که در واقع یک تشکیلات مستقل، حالا با هر نامی، سازمان، NGO یا فدراسیون، با بودجه مستقل، اساسنامه تعریف شده مستقل برای ورزش ها تشکیل داده بشه و اگر من قدرت اجرایی داشتم قطعا این کارو میکردم. آقای گودری عزیز، ورزشکار فروتن ایرانی، من در پایان به نمایندگی از طرف همه همکارانم از اینکه قبول زحمت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و اجازه دادید که بیشتر باهاتون آشنا بشیم صمیمانه سپاسگزارم. آرزو دارم که شما و همه ورزشکارای ایرانی هر کجای دنیا که هستید با بالا بردن پرچم زیبای کشورمون نام ایران و ایرانی رو به گوش دنیا برسونید و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. مانا باشید و برقرار.